روز شنبه نزدیک به 2.5 میلیون رای دهندگان کرد در اقلیم کردستان در عراق برای برگزیدن اعضای پارلمان 111 نفری و ریاست حکومت اقلیم کردستان به پای صندوق‌های رای رفتند. نتیجه قطعی انتخابات هنوز اعلام نشده. همکنون رحیم رشیدی خبرنگار مقیم پاریس روی خط تلفنی ماست. با سلام بر شما آقای رشیدی، اهمیت انتخابات اخیر در روند دموکراسی در عراق و در منطقه چیست؟ درود بر شما، خسته نباشین. با توجه به تمام مشکلاتی که وجود دارد و اساساً کردها دارای تجربه تاریخی حکمرانی نیستند، باز هم یک انتخابات دموکراتیک در کردستان عراق صورت می‌گیرد و نهادهای بین‌المللی نظارگر بر دموکراتیک بودن این انتخابات مهر تایید زدند. پس موفقیت چنین انتخاباتی در شرایط کنونی منطقه به هیچ وجه یک امر داخلی نیست که تنها به کردها و حکومت اقلیم کردستان عراق مرتبط باشه. به نظر بنده این مسئله برای همه عراق جدید و در حال توسعه و بازسازی یک دستاورد محسوب می شود. اخیراً آقای نوری مالکی رئیس وزرای حکومت عراق فدرال در یک مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست از حکومت آمریکا درخواست کرده بود به دلیل نفوذ و قدرتی که داراست از دخالت کشورهای همسایه عراق در انتخابات پارلمانی آتی آن کشور جلوگیری به عمل آید. خب ما به این نتیجه میرسیم که کردها در چه شرایط حساسی یک انتخابات آزاد را برگزار کردند بدون اینکه نهادی غیر انتخابی وجود داشته باشد که صلاحیت فرد یا حزبی را تایید یا رد بکنه. از سوی دیگر ما میبینیم که در این انتخابات یک اپوزیسیون مردمی و فعال هم شرکت داشت. پس نتیجه میگیریم یک دموکراسی وجود داشته است که یک نیروی مخالف با نیروی حاکم و همراه دیگر لیست و فهرست‌های جداگانه به رقابت در این انتخابات بپردازد و به نظر من پیامدهای این انتخابات آزاد یک روزنه امیدبخش برای گسترش دموکراسی در کل منطقه است، به ویژه که همه شرکت کنندگان در انتخابات اعلام کردند به نتایج انتخابات احترام می‌گذارند و پایبند هستند. آقای رشیدی، اشاره کردید به حضور اپوزیسیون در این انتخابات، اگر ممکن هست جزئیات بیشتری در مورد این گروه اپوزیسیون بدید و اینکه چه اهمیتی داشت حضور اپوزیسیون در این انتخابات؟ بله، اگه توجه کنیم وجود این اپوزیسیون رو میشه از زوایای مختلفی بررسی کرد. بنده شخصا نظرم اینه که کم و کاستی هایی وجود داشته است که یک اپوزیسیون قدرتمند مردمی نه حزبی با این سرعت شکل بگیره و فضای دموکراتیک و آزاد هم در کردستان زمینه را برای حضور فعالش در این انتخابات مهیا کرده است. میشود امیدوار بود که این جامعه به یک نظام تک صدایی باز نخواهد گشت و نسل جدید کردها هم طعم خوش آزادی را چشیده و هیچ وقت به زندگی کردن در جامعه بسته و غیر دموکراتیک تن در نخواهد داد. قطعا این مسئله هم به معنای شکست اسلامگراهاست که کم و بیش با پشتیبانی همه جانبه کشورهای مختلف رشد دموکراسی در منطقه خود را یک نیروی الترناتیو برای حکومت مردمی کرد در عراق فدرال قلمداد می‌کردند. از زاویه دیگر میشه گفت که وجود چنین اپوزیسیونی یک دستاورد بزرگ به نظر من برای حکومت اقلیم کردستان عراق محسوب میشه، چون این اپوزیسیون بر سکولاریسم و جدایی دین از دولت پافشاری میکنه، خواستار تفکیک قوای سگانه و عدم دخالت احزاب در امور حکومت اقلیم کردستان و از سوی دیگر بر وجود استقرار عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت و گزارش شفاف در این زمینه به مردم مصمم هست. خوب، ما نتیجه میگیریم این خواسته ها که همیشه از خواسته های بنیادی جنبش دموکراتیک مردم کرد بوده. ما میدانیم که چنین روندی یک امر جهان شموله و به استقرار حاکمیت سیاسی کردها در عراق و پشتیبانی جهان آزاد و دموکرات از خاص مشروع آنها بی تأثیر نخواهد بود، به ویژه اگر دقت کنیم که بیشتر کشورهای منطقه از روند روبرشت دموکراسی خوشحال نیستند و در برابر این پروسه همچنان مشکل آفرینی میکنند. سپاسگزارم رحیم رشیدی خبرنگار مقیم پاریس از حضور شما در خبرها و نظرهای امشب. درود بر شما، زنده باشید.